پخش آهنگ ایکس باند برای اولین بار از صدا سیمای ایران. با ما تو این ویدیو همراه باشید، اتفاقاتی که دیشب توی صدا سیما افتاده رو براتون میگم. راجع به حواشی بازی دیشب تیم والیبال کشورمون هم با هم صحبت میکنیم، از پخش شدن آهنگ ساسی و رقصیدن دختر خانوما با هم. تو این ویدیو همراه ما باشید. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوال خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. خب دیشب بازی تیم والیبال کشورمون مقابل لهستان بود که توی یه بازی پایاپای علارغم اینکه تیم کشورمون توی ست پنجم شکست خورد، ولی تونستش رتبه خودش رو توی رنکینگ جهانی ارتقا بده و توی این مسابقات به رتبه 7 و توی رنکینگ جهانی به رتبه 8 برسه. اما اتفاق جالبی که دیشب توی صدا سیما افتاد پخش کردن آهنگ ایکس باند خواننده خانم خارج از کشور هستش که بین وقت استراحت این بازی یهو نمیدونم چی شد که این آهنگ از صدا سیما پخش شد. صدا سیما با اینکه با تاخیر حدوداً 1 دقیقه بازی ها رو پخش میکنه و معمولا تصاویر اینجوری صداهای اینجوری رو سانسور میکنه، حالا معلوم نیست چی شده که این آهنگ برای مدت طولانی 20 ثانیه پخش شده است. صدا سیما که بریم این پخش شدن آهنگ ایکس باند رو از صدا سیما رو تماشا بکنیم. اما صدا سیما که انگار یه مقدارم به خاطر موفقیت‌های تیم والیبال شل کرده بود، چندین بارم تصاویر دختر خانم‌های بی‌حجاب رو از آنتن پخش کرد، چیزی که معمولاً توی صدا سیما سانسور میشه. یه مقدار طولانی شد اما ای خب کلاً جو ورزشگاه جو شادی بود و آهنگ ساسی مانکنم از بلندگوهای ورزشگاه پخش میشد و دختر خانوما هم افتاده بودن وسط و داشتن میرقصیدن. بریم یک قسمتی از حال و هوای ورزشگاه رو تماشا بکنیم. آهنگ ایرانی چی بوده تو وسط ایتالیا؟ آهنگ ساسی؟ خب رفقا حتما نظرتون راجع به این ویدیو تو بخش کامنت ها بر ما بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.